از دوحه تا مسکو و از مسکو تا اینجا در مجلس نمایندگان همه جا بحث از حکومتی موقت، اما با یک تفاوت. هیئت طالبان در مسکو راه صلح را در استعفای آقای غنی می دانند، اما نمایندگان تاکید بر حفظ نظام جمهوری دارند. در این میان این نشست و این سخنان دیروز آقای رحمانی جنجال برانگیز شد، سخنانی که گویا از طرح حکومت موقت حمایت شده است. طرحی را که گفته می شد گویا آمریکایی ها و طالبان پیشنهاد کرده برای آوردن حکومت صلح یا موقت، و در آن طرح که به دسترس ما رسیده است، از اینکه به خاطر بقای نظام کنونی کشور و شورای ملی در آن طرح آمده استقبال می نماییم. نمایندگان با انتقاد از این موضوع گفتند که مجلس مخالف طرح حکومت موقت است و سخنان آقای رحمانی هم دیدگاه شخصی او. شما میدانین که خانه خانه ملت است، هر تصمیمی که از خانه ملت گرفته میشه باید در اون منافع ملت در نظر گرفته بشه. این خانه شخص کسی نیست، برای منفعت شخصی کسی نباید استفاده بشه. دست از او شخصی نظر ده په دې تصمیم کې هیڅ کله د ولسی جرګې غړي د تا سره نشته، ځکه چې موقت حکومت او موقت اوربند د افغانانو د درد دوا کېدلی نشي. بخشی از صحبت‌های نمایندگان هم ناظر بر عملکرد حکومت بود، اما با آن هم گفتند از نظام جمهوری و قانون اساسی حمایت می‌کنند. خط قرمز ملت افغانستان نظام جمهوری اسلامی افغانستان که در قانون اساسی کشور ذکر شده او است، نه دیسکای غنی بی بی گل فضل محب. انتقاد دیگر نمایندگان بر هیئت ایجاد شده مجلس برای صلح است. هیئت 21 نفره ای که دیروز اولین نشست خود را دایر کردند. حالا نمایندگان میگویند این هیئت نه جامعه است و نه هم همه شمول. در این مورد باید توضیحات بدی و هرچی عاجل این کمیته لغو شود. این کمیته به نفع مردم افغانستان، به نفع این ملک نیست. تا جایی که بحث بر سر هیئت صلح مجلس و حکومت موقت بود، برای چند لحظه نشرات زنده مجلس را قطع کردند. پس از این جنجال ها رحمانی حرف دیروز خود را پس گرفت و در مورد تشکیل هیئت هم چنین گفت: تمام وکیل صاحبای ولایت بشنند بین خود و یک نفر معرفی بکنند. بحث اصلی کجاست؟ از کجا این موضوع آب می خورد؟ تا نمایندگان و جای بحث روی بودجه که به همین دلیل رخصتی این مجلس هم و تأخیر افتاده است روی حکومت موقت بحث کنند. ما میفهمم که جهت‌های وجود داره. ما یک بحث مهم می‌داریم که مطرح است، بحث تصویب بودجه. ما نباید از هانمان پراگنده بسازیم. ما نباید دستخوشی توطئه ها و دسیسه ها قرار بگیریم. با این همه دیده شود که این جنجال ها راه به کجا خواهد برد و صلح افغانستان هم چه نتیجه ای را در پی خواهد داشت.